فراگیری عمیق به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد بدون شک تا به حال براتون پیش اومده که قسمتی از متن یک کتاب درسی یا داستان انگلیسی که در گذشته بسیار دور خوندید هنوز هم در ذهن شما به طور کامل و یا قسمتی از اون بدون هیچ کم و کاستی وجود داره یکی از دلایل این اتفاق اینه که شما اون متن و یا داستان و یا اون قسمتی از درس رو و یا داستان رو به طور عمیق فرا گرفتید. یکی از دلایل دیگرش اینه که به احتمال اون قسمت خاص براتون جذابیت بیشتری داشته و همین جذابیت باعث شده که بارها و بارها اون قسمت رو تو ذهنتون و بر زبانتون مرور کنید. راز فراگیری عمیق همین جاست که مطالبی که به طور عمیق فرا گرفتید حتی با گذشت سالها از ذهنتون پاک نخواهند شد. جمله هست که میگه زمانی می توانی ادعا کنی که یک مطلب را فرا گرفته ای که بتوانی به مادر بزرگت آموزش دهی و او یاد بگیرد و جمله دیگر از انیشتین که می گوید زمانی که یک مطلب را نتوانی به آسانی توضیح دهی به این معنی است که آن مطلب را خوب فرا نگرفته ای پروسه پیروی از تکنیک هایی که تا کنون اونا رو مرور و تمرین کردیم و امیدوارم که به صورت عملی و کاربردی تکنیک ها رو رعایت کرده باشید و اگر اینطور نیست لازمه که به بخش های قبلی برگردید و دوباره اونا رو تکرار کنید یادگیری شما رو تا حدی بالا خواهد برد که بتونید به منابع و مطالبی که مورد مطالعه قرار میدید مسلط بشید و حتی بتونید اون مطلب رو آموزش بدید اما لازمه که باز هم تأکیدی بر یادگیری عمیق داشته باشیم که حق مطلب رو به جا بیارید. اصولا زمانی یه مطلب رو میتونیم به شخص دیگه ای آموزش بدیم و اون رو بیان کنیم که خودمون درک درست و کاملی از موضوع به دست آورده باشیم. به عبارت دیگه زمانی که بر یک موضوع و مطلب مسلط باشیم، خواهیم تونست اون مطلب و موضوع رو به دیگران انتقال بدیم و به اونا آموزش بدیم. یه تکنیک و نکته اینجاست زمانی که در حال مطالعه و تمرین و تکرار و تکرار یک مطلب هستید و زمانی که احساس میکنید زمان اون فرا رسیده که به فراگیری مطلب جدیدتری برید از خودتون سوال کنید آیا من واقعا به این مطلب مسلط شدم؟ آزمایش این که به موضوع و مطلب تسلط پیدا کردید کار ساده ایه. کافیه سعی کنید اون مطلب رو به خودتون یا برادر یا دوست و یا یک شخص فرضی آموزش بدید. با محک زدن خودتون خواهید فهمید که آیا واقعا تسلط کافی به مطلب رو پیدا کردید یا خیر. اتفاقی که در فرایند آموزش به خودتون یا شخص دیگه و ش... یا شخص فرضی میفته اینه که مطالبی که فرا گرفته اید یک بار دیگه با صدای رسای خودتون بیان خواهند شد و از طرفی به نقاط ضعف و اشتباهات خودتون پی خواهید برد و اگر لازم باشه میتونید به همون مطلب برگردید و دوباره تمرین و تکرار رو ادامه بدید مخصوصا با تاکید بیشتری بر روی نقاط ضعف و اشکال خود اون اشکالات رو رفع خواهید کرد از طرف دیگه با آموزش همون مطلب و باور اینکه مطلب رو خوب فرا گرفتید اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کردید ما به دنبال سرعت در فراگیری نیستیم فراگیری عمیق مسئله نیست که با سرعت و مرور تنها اتفاق بیفته هرگز دچار این اشتباه نشید که فراگیری حجم زیادی از مطالب در یک بازه کوتاه زمانی ممکن خواهد بود مطالب همون گونه که با سرعت در بازه زمانی کمی وارد مغز و ذهن شما میشن به همون سرعت هم از ذهن و مغز شما خارج خواهند شد یکی از فواید و نکات قابل توجهی که از فراگیری عمیق حاصل میشه اینه که شما قبلا از روش مرور و مطالعه سطحی و بدون اطلاع از تکنیک های فراگیری زبان در حال یادگیری بودید یکی از معایب بزرگ روش مطالعه سطحی در اینه که شما از مطالب و نکاتی که آگاهی به اونها بایستی در گذشته اتفاق میافتاده افتاده و باید اون مطلب رو چند سال پیش در یک کتاب درسی فرا گرفتید اما به هر دلیلی اتفاق نیفتاده و اکنون که به اون مطلب یا مطالب مشابهش برخورد میکنید پرش میکنید و به پیش میرید همین موضوع باعث خواهد شد که اون مطلب نادانسته قدیمی همونطوری که هست بمونه و اصلاح نشه در فراگیری عمیق از اونجایی که شما باید کاملا بر موضوع و مطلب مسلط بشید پس باید هیچ موضوع و مطلب هر چند کوچک نادانسته ای باقی نمونه تکنیک فراگیری عمیق شما رو متعهد خواهد کرد که به عقب برگردید و اگر در گذشته مطالبی رو خوب و عمیق یاد نگرفته اید دوباره بخونید تا جایی که به طور کامل بر مطالب تسلط پیدا کنید اینجاست که میشه تکنیک فراگیری عمیق رو جبران کننده اشتباهات و کمی و کاستی گذشته دونست. اگر پایه دانسته های شما در زبان به هر دلیل ضعیفه اصلا اشکالی نداره که به عقب برگردید و مطالب سطح پایینتر و پایه‌ای رو فرا بگیرید با پرش دوباره از مطالب پایه‌ای و ابتدایی که بر اونها مسلط نیستید نتیجه دلخواه رو نخواهید گرفت و حاصل همان خواهد شد که بود غرور رو کنار بگذارید و دوباره با انرژی و انگیزه بالا و با پیروی از تکنیک‌های گفته شده مطالب پایه‌ای و سطح پایین رو خوب فرا بگیرید. نتیجه پیروی از تکنیک اصلاح کاستی ها این خواهد بود که دیگه از روی مطالبی که پایه‌ای هستند و نمیدونید پرش نکنید و با قدرت و کیفیت فراگیری بالاتری پیش برید. راز اصلی فراگیری عمیق همینجاست. که فراگیری یک مطلب هر چند کوتاه و حتی چند لغت رو تا زمانی که کاملا مسلط نشده اید رها نکنید و با پیروی از تکنیک های گفته شده تکرار و تکرار کنید زمانی که واقعا احساس تسلط بر موضوع رو پیدا کردید زمانی که میتونید به مطلب جدیدتر بپردازید خودتون رو فریب ندید و از خودتون ندازید یکی دیگه از فواید بزرگی که فراگیری عمیق خواهد داشت اینه که به طور اتوماتیک خواهید تونست بخونید و بنویسید و صحبت کنید و همه ای مطالبی که به صورت عمیق فرا گرفتید سالها و سالها در ذهن شما باقی بمونه یه تمرین حاضر و آماده ای که پیش رو دارید و برای یادگیری عمیق میتونید از اون به عنوان یک نمونه استفاده کنید همین مطالب و مجموعه آموزشی که میشنوید و یا مطالعه میکنید هست این مطالب و این تکنیک ها رو عمیق فرا بگیرید که در فرایند یادگیری شما بسیار مؤثر و مفید خواهند بود. پیروز و شادکام باشید.